سلام دوستان، بازم خوش اومدید. امروز اومدیم پیش آقای امیر فرهاد عزیز، همچنان در خدمت ایشون هستیم. یه خاطره خیلی جالب برای من تعریف کردن که دوست دارم از زبان خودشون بشنویم. آقای بهرام رضازاده هم که از وکلای خوب شهر لندن هستن با ما همراه هستن. سلام، سلام، خوبی؟ درود بر شما، خیلی ممنون. مرسی که قبول کردید. مرسی از اینکه شما تشریف آوردید. یه خاطره خوب برام تعریف کردید، من خیلی لذت بردم. مطمئنم که این خاطره به درد خیلی‌ها می‌خوره. هم تجربه است، انتقال تجربه است. حالا اگر این بین هم آیه بهرام عزیز هم اگر بخوام مطلبی رو بهش اضافه بکنم، میتونم اضافه بکنم. اول اجازه بدید من یه سلامی خدمت آیه رضازاده بکنم. سلام آقا. سلام، خیلی از ادب سپاسگزارم، ممنونم. مرسی که بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و در خدمت امیر فرهاد عزیز. سعادتی اون برام شد. من عذرخواهی میخوام از امیر فرهاد عزیز، به امیر فرهاد هم سلام نکردم. سلام. من خواستم بپرسم چون چند سالت، من زودتر سلام کنم، بعد دیدم دیگه واقعا این روزا این سن یک عدد دست و اینها واقعا دیگه اینقدر زیاد شده که کسی دیگه از کسی نمیپرسه چند سالت. میگه آقا زنده ای بعد از کووید؟ فعلا ما زنده ایم، خدا شکر. میشه اون خاطره رو باز جلوی بله. خب من خیلی خاطره زیاد تو زندگی دارم مثل همه. اصلا میخوام یه برنامه بذارم آقا این خاطراتتون رو بگید، خاطرات جالبتون. ولی چون این خاطره برای من در رابطه با کاری هست که انجام میدیم اینجا، ما توی کیتز کافی داریم توی شمال لندن، انسان کیتز کافی، همیشه هر روز باید خودمون رو آپدیت کنیم که برخورد ما با بچه‌ها چطوری باشه. و من سال 2006 مادرم اومدن اینجا که منو ببینن. این خاطره برای من اینجا جالب. من دانشجو بودم موقع، با موقع هوا خیلی سردتر بود. الان شما نکنیم توی این ماه در اصطلاح ماهی که هستیم اصلا هوا سرد نیست لندن، واقعا امسال اونقدر سرد نشده، 17-18 درجه است. اون موقع خیلی هوا سرد بود و مادر من به تبع از ایران آمده بودن که خیلی هم دلم برشون تنگ شده به زودی ببینمشون. من رفتم توی سوپرمارکت یه کافی برای مادرم بگیرم و بعد دیدم که بعد از مثلا طول کشید شروع بود، مادرم بیرون ایستاده بودن، دیدم که یهو شلوغ شد و بعد از یه چند دقیقه پلیس اومد و من مادر تو رو تشخیص دادن که چیکار کرده، چرا تو رو به وجود آورده، تو رو اومدن بگیرن. از اون پسرت، از اون پسرش اومدن بگیرن. نه، من رفتم اونجا دیدم که خیلی هم عادی و آروم رفتم، دیدم که پلیس خانم اومده میخواد مادر من دستگیر کنه. و خب منم زیاد اجازه ندادم که ایشون به مادر من نزدیک بشه. بردمش که گفتم چی شده؟ گوره خانم میخواسته یه بچه ای رو از توی پوشچه یا از توی چرخ بچه بدزده. گفتم ایشون 5-6 تا از اینا داره، فکر نمیکنم بخواد این کارو. دلیل نداره یکی دیگه بدزده. دیگه یکی دیگه نمیخواد. گفت نه نه، این اتند کرده اصطلاحا رفته که بدزده، مادر بچه‌م اینجا هست و اون زنگ زده پلیس. من مادر بچه‌رو که دیدم، دیدم یه خانومی که داره سیگار میکشه با تلفنم حرف میزنه. سلام به همه سیگاریایی که با تلفن حرف میزنن، هیچ مشکلی نیست در اون رابطه، ولی خیلی عصبانیه، داره به آقای میده آره بچه‌مو دبر استولن مای پان لا لا لا، از این لهجه اینجوری که موقع من خیلی نمیفهمیدم، هنوزم نمیفهمم، شلوغ میکرد. خندم گرفت، رفتم به تو میدونستم اتفاقی نیفتاده. به مامانم گفتم که چیکار کردی شما؟ گفت بابا این بچه اینجوری لپاش گل انداخته بود، دستاش سرما، من پتوشو کشیدم روش. همین به خاطر اینکه ما مادرای ایرانی که الهی من قربونه همشون دارم، مادرای خوب ایرانی رو واقعا که این فرهنگ خوبو دارن که خیلی زیادی به بچه‌ها رو بغل میکنن، محکم دوست دارن. بله، عاطفه ایرانی خیلی هم خوبه. و فکر کرده بود که این بچه اینجا سردشه و این مادرش هم حواسش نیست، در صورتی که شما میبینید اینجا زیاد بچه رو تو سرما همینجوری میذارن به سرما عادت کنه، تفاوت‌های حالا جغرافیایی. و این خانم فکر کرده بود که ایشون میخواد بچه‌شو بدزده و زنگ زد پلیس. پلیس هم خیلی سریع اومده بود. و این توضیح این برای من سخت بود، سریع فکر کردم چیکار کنم. گفت برو با مادر بچه صحبت کن ببین که این شکایت کرده. رفتم اونجا، نزدیکش که شدم دیدم دهن مادر بچه که داره سیگار میکشه فوت میکنه، بوی الکل میده. و از اونجایی که من به چسبانم فورا فهمیدم که آها، اینجا نکته است، مچشو میشه گرفت. و گفتم که آها چقدر دهن بوی الکل میده، تو چه جوری مادری هستی که اصلا این بچه رو داری اینجوری با خودت بچه داری میکنی؟ چون حالا بعد از شما میپرسیم که چطور یه مادری که الکل مصرف میکنه یا حتی سیگار میکشه میتونه براش ترابل بشه، مشکل ایجاد بشه برای نگهداری بچه. و همین نکته رو گرفتم بهش، گفتم تو اصلا الکل داری میخوری؟ و یه بطری الکل هم توی پشت پوشچرش دیدم و بهش گفتم کالسکه دیگه، کالسکه دیگه. دیدم که اینجوریه، سریع بهش گفتم که آقا تو اصلا الکلی هستی، اصلا درانکی، مستی، و اصلا این مستی باعث شده که تو این فکر رو بکنی. که دیگه بعد سریع گفتش که نه. و من سریع شروع کردم، اون موقع من تو قانونم ولی خورده میخوندم به خاطر میدیا و کاری که داشتم یه کوچولو بلد بودم، و توضیح دادم که شما اصلا درانکی و به اصطلاح مستی و نمیتونی که به اصطلاح اکیوزیشن بکنی، من تو فیلد شما وارد نشم یا الیگیشن بکنی. و پلیس هم اومد نزدیک و گفتش که آقا این رضایت بده میتونی بری. در نهایت من بعد گیر دادم دیگه، حالا گیر سه پیچه بهش میگن، این دو پیچ هم نبود سه پیچ، که آقا نه نه این اصلا نمیتونه این بچه رو نگهداری کنه، این مست و
این خیلی از ماها که خودمون تازه دیگه کاسه ازش داغتر میشیم. من کاسه ازش داغتر شدم، گفتم الان مادر من که ناراحت شده باشه از من زدخواهی کنه، هیچی، این خانم رو باید ببرید ببینید که این بچه اصلا میتونه لیاقت نگهداری این بچه رو داره یا نه. و از اونجا گوشم زنگ خورد که الان زنگ زدم که دیگه زنگ نخوره خیلی وقتا، که چقدر بچه در این کشورهای غربی اهمیت داره. حالا واقعا پلیس این کارو میکرد؟ یعنی باید میبرد؟ بله، خب دیگه میگفت میخواد بچه رو بدزده دیگه. نه نه، اون مادر رو. اون مادرم از ایشون میپرسی؟ نه، اون به اون شدت، حالا اونو اصطلاحاً میگیم بینیت انالایز اون کیس بای کیس بیسیس، یعنی تو هر موردی این رو باید به نوع خودش بررسی کنی. ولی این چیزی که امیر فرج جان فرمودن یه بیس حقوقی داره که در حقیقت مقدار تحت نفوذ بودن شما بر مبنای مقدار مشروبی که خوردین خب همیشه میتونه مشکل ساز بشه. ریشه این مسئله یه چیز خیلی تردیشنال، خیلی سنتی قدیمیه توی کامن لو، یعنی توی قانون این کشور و خیلی از کشورهای انگلیسی زبانی دیگه که به فارسی میگیم کشور مشترک منافع که بیس حقوقیشون اینجاست، که بحث دیوتی آف کر و the law of negligence، یعنی شما وظیفه‌ای که داری نسبت به اون چیزی که داری ازش نگهداری میکنی که بتونی اون مسئولیت رو به نحو احسن به اجرا بذاری. مثلا فرض بفرمایید شما مثال مشروب خوردن و رانندگی کردن، شما موظفی، دیوتی داری، وظیفه داری که رود یوزرز، یعنی اونایی که از خیابون دارن استفاده میکنن، چه پدستریان، یعنی چه عابر پیاده، چه یک ماشینی داره رد میشه، شما موظفی مراقبت که نگلکت نکنی هیچ کدوم از اینا رو و تمام دو تا دست روی فرمون باشه و 100% حواست به این قضیه بشه. توی بحث خانواده هم اتفاقا یکی از یه سازمان اسم نام کفکس که دیل میکنه با این مسئله، رو وارد جزئیاتش نمیشم، اونها هم یه سری گایدنس هایی دارن که حالا اونها بعد هاپ چاپ شده و مبنا و زیربنای این بحث حقوقی هم همین بحث توانایی تصمیم گیری، حالا مثل کسی که شما فرمودید توانایی تصمیم گیری مادر هست و نسبت اینفلوئنس، یعنی تحت تاثیر بودن از اون مقدار الکل. بله، شما مثلا فرض بفرمایید تو کیس شما اگر امکان داشت، حالا بحث بردنه، اگر پلیس می اومد و مثلا فرض بفرمایید به عنوان یک مثال فرضی به اونجا کشیده میشد که پلیس دستگاه بریث لایزر، یعنی چیزی که توش فوت میکنی مقدار الکل تو، بله، تست الکل رو، ممکن بود اگر میزان الکل موجود در خون این مادر بیشتر از اون حدی باشه که لول قانونیش باشه، بله ممکنه به عنوان اینکه شما احتمالش هست که شما نتونی درست تصمیم بگیری، اصلا احتمالش هست که شما اون بحث الیگیشنی که شما فرصه شده اتحاسی هم چیزی وجود نداره، اینی که جاجمنت شما رو زیر سوال میبره، یعنی قضاوت شما رو نسبت به اسلام میگیم in the given situation، یعنی تو موقعیت شما داری قضاوت قطعا مشکلدار میشه و نمیتونی تشخیص بدی که چی درسته و چی غلط. پس مثل همیشه که ایرانی ها همیشه جمعه جو درست میگن، من اونجا به درست گفته بودم. بله قطعا، و از همه درسته فکر میکنم، حالا از بحث حقوقش بیم بیرون، مادر شما اون حس مادرانه و اون حس دلسوزی خیلی برام جالب بود و بعد بله. توضیح دادم برای پلیس، نه برای اون خانم، چون خانم رو از من جدا کردم بردم، برای اون خانم پلیس انگلیسی که مادر بود، گفت من هم مادر هستم ولی من هیچ وقت این کارو نمیکنم. بله. گفتم آخه شما 6000 کیلومتر از ما فاصله داری اینجایی که بزرگ شدی و یه 2-3 هزار سالی هم برای ما ادعا داریم که ما هی این کار رو پرکتیس کردیم، چقدر ما ضرب المثل های زیبایی داریم در مورد مادر و احساسات، و واقعا ما آسیایی ها احساساتی هستیم، فقط ایرانی ها رو نگم، و این دلیل برای نمیشه که انگلیسی ها یا خارجی ها یا غربی ها بی‌عاطفه هستن. ولی یه چیزی من جالب متوجه شدم که صد درصد خیلی از ماها شاید باش برخورد داشتیم، توی شهر لندن به خاطر کازموپولیتن بودنش، به خاطر در حقیقت بودن اقشار مختلف از اقصا نقاط دنیا، بومی های اینجا، یعنی شهروندان انگلیسی مقیم لندن که اصل نسب شمال اینجاست، اونا یه مقداری اشرافشون بیشتره نسبت به این قضیه، یعنی با شرایط اینجوری
یک مقداری راحت‌تر کنار میان. چرا؟ چون ممکنه همسایگیشون یه همچین موردی بوده تو آپارتمانی که زندگی میکنن یا همچین اتفاق افتاده. ولی مثلا تجربه خود من بعد از سالیان سال توی زندگی کردن در جایی که 99% اطرافیانم بومی انگلیسی بودن و کار کردن توی قشر بومی، این مسئله متاسفانه جا افتاده نیست و اون رو من فکر میکنم البته شما رو مجزا میکنم. ولی من فکر میکنم، حالا البته فکر نکردم در مورد این قضیه قبلا، ولی تصور میکنم ماهایی که اینجا هستیم، میگم شما رو اکسکلود میگه، یعنی شما رو شامل نمیکنم توی این قضیه، ولی فکر میکنم ما بعد یه مثلا کاری که من خودم کردم، مثلا یه هشداری در حد یک گوشزدی که مثلا عزیزی که با من هستی از ایران اومدی، اگه همچین موردی اینجا دیدیم، شما اگر که محلش نذاری اشکال نداره. مثلا چون اگه نمیشه بی تفاوتم رد شد سخته، بله میشه به اون مادر، مثلا برای مثلا مادر امیرجان بعد از سالیان سال مادری کردن، حالا چیکار میتونه بکنه؟ میتونه مثلا یه اشاره به مادر بکنه، این بی ادبی نیست که بگه روی اینو بکش، چون اینجا بازم میشه امری، اینجا هیچ کس امر نمیکنه بکش. بله ببینید، اون یه ذره منو معاف کنید که بتونم جواب، چون جواب مستقیم بهتون بدم روی این قضیه. ولی فرارم نکنید لطفا، ببینید چون سوال خیلی هاست که آیا قوانین برخورد با بچه‌ها، به خصوص بچه‌هایی که حالا زیر سنه، حالا فکر کنم در 12 سال جزو بچه حساب میشه، خواهش میکنم بگید که یه خورده توضیح بدین، چون خیلی ها الان دارن مهاجرت میکنن و کشورهای دیگه میرن، حداقل انگلستان رو بگم. اون خیلی جالبه شما گفتید کامن ورس، به خاطر اینکه چند تا کشور هستن که قوانینشون اون 60 تا خورده ای بودن، حالا شده نزدیک 27 تا 30 تا کشور هستن قانون دقیقش مثل قانون انگلستان، یعنی اینها قانون رو بلشون ست کردن و این داره تمرین میشه، پرکتیس میشه، سالانس و کار کرده. بله. حالا لطفاً بفرمایید که فرض کنید یه بچه‌ای تو خیابون خیلی خوشگله، چشمای نمیدونم آبی داره، ما دوستش داریم، آیا ما به عنوان یه خارجی و حتی کسی که اینجا زندگی کنه سالا میتونیم بریم بچه رو بگیریم، لپش رو بکشیم، بغلش کنیم، بوی ببوسیمش؟ واقعاً بعضی از ایرانی‌ها به خاطر محبت این کارو میکنن. حتی میگن که آفرین، همچین چیزی. تاچش میکنن، دست بهش میزنن بچه رو. اینجا خیلی فکر میکنم غیر قانونیه، یا لااقل میترسن مردم. چی بهشون میتونید بگید؟ والا چیزی که من میتونم بهتون بگم، اینو تاکید میکنم، توصیه نمیکنم که این کار انجام بشه، ولی اگر شما سالو یه سناریو فرضی رو در نظر بگیریم که یک شخص، یک مادر یا پدر یا یک مادر بزرگ یا یک بزرگی تشفه بودن و یک بچه رو میبینن که براشون خیلی جذابه و اون احساسی که ما داریم در موردی صحبت میکنیم، این قلیان داره به اینو اجازه نمیده که اینو کاری نکنه. یه کار تردیشنال، یعنی یه کار سنتی که اینجا امکان انجام دادنش هست، میگم تاکید میکنم، توصیه نمیکنم این کار انجام بدید، ولی برای اینکه اون حس رو شما دیفیوز کنید، اصطلاحا خونسا کنید، کاری که مثلا فرض بفرمایید با فرزند خود من هم کردم، یعنی این کار رو انجام داده، این شما یه دونه یه پوندی میتونید، یه دو پوندی، یا اگه نداری یه 5 پوندی هرچاد در بیارید، اگه اون بچه تو کالسکه هست بذارید اونجا، بدون اینکه دست به بچه بزنید همین کارو میکنه، لبخندی بزنید و این کارو بکنید. این کار جا افتاده تره. حالا میگم باز مثل ایران، اینجا هم انسان هم دیگه، فرهنگ خانواده ها متفاوته. ممکن یه کاری که تو ایران ما توی خانواده ای، توی شهری جا افتاده است، توی قومی جا افتاده است، توی قوم دیگه جا افتاده نباشه. کلیگویی من دارم میکنم، تأکید میکنم، ولی احتمال این هست که توی 60-70% اقشار این کشور این کار کاری باشه که پسندیده تر از دست زدن به بچه باشه و شما این احساس شعف رو از دیدن اون بچه که میخوای تحسین کنی، وجود اون بچه رو فکر میکنم یه آپشن باشه، ولی تأکید میکنم، توصیه نمیکنم. توصیه من اینه که لبخند بزنید، زیادم نگاه نکنید و از کنارش بگذارید. آره فقط یه نگاه کوچیک ظاهرا فقط میشه. آره این توصیه منه، چون شما این رو مد نظرتون باشه توی فرهنگ اینجا، مخصوصا دوستان انگلیسی که هشت و نشری با خارجی ها زیاد ندارن تو جامعه، مطلوب نیست براشون نگاه کردن زیاد. بله. چه به ادورت، چه به استرینگ. بله شما زل زدن. بله اصلا چیز
حتی بزرگا هم به هم دیگه زور نمیزنن. اصلا مطلوب نیست. اصلا همینو من میخوام بگم. تجربه مطلوبی نیست. خب بهرام جون که حرف میزنی تو کلاس زبان انگلیسی هم رفتی دیگه. خودش میگن توضیح. من جسارت میکنم. خیلی خوبه. حتی من اصلاحات قانونی اینجاست و خیلی جالبه. در مورد اینکه گفتیم پول بدیم داشتم فکر میکردم من بعضی وقتا میرم بیرون وقتی برمیگردم میبینم دور تو دور لباس سمونه پر از بچه‌ها. پس بگو شاید من از من خوششون اومده. ولی بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم دوستان، چون بچه‌ها دارم میگم به خاطر اینکه احتمالاً اودینس های شما کسایی هستن که پدر مادرشون بچه دارن و دوستان که بشنن، به بچه‌ها هم توصیه میکنم فکر نکنید اشکالی در اونها هست، فکر نکنید که حتی بچه‌های ایرانی و بچه‌های بعضی از کشورهای دیگه اینقدر خوشگلن که همه‌شون هستن خوشتیپن که انگلیسی ها هم خیلی خوششون میاد، ولی من برخورد متفاوت دیدم به پدر مادر، چون اینجا هر روز من با حداقل 50 تا بچه‌ای که با مادرشون میارن، چه بچه‌ای توی کالسکه چه بچه‌ای که کلاس دیگه میارن در تماس هستم، به مادر بچه میگن بچه چقدر خوشگله، بله، بچه چقدر نازی، به مادر بچه که اگر مادر بچه تشخیص داد هی به بچهش بگه تو چقدر خوشگلی تو چقدر با نمکی، بعدم بهش بگه اونم میگه مرسی. و این تفاوت اینا میتونه از خیلی از مشکلات جلوگیری کنه. من تجربه دیگه بگم، دوستی داشتیم که ظاهرا چند سالی بودن از ایران تشریف برده بودن اینجا، دم در نشسته بودن و وقتی بچه‌ها میرفتن با اشاره دست به اینا میگفتش که این بچه رو نگاه کن این چه جوریه، اون بچه اینو کن بچه‌ها ما خیلی خوشگله. هی این اشارات باعث شد که دو تا از مادرها عملا به ما ایمیل دادن، نوشتن که ما یه آقایی دیدیم دم در نشسته، حالا تازه اونها یه دیسکریپشنی کرده بودن یا یه توضیح در مورد آقا داده بودن که خود مادرها از اون آقا ترسیده بودن اصطلاحا که آره ایشون نشسته زل زده بچه‌های ما فلان. اگه این فامیلیتون هست، این خیلی مهمه، یعنی بی ادبی هم نکرد، اگه فامیلیتون هست لطفاً بهش بگید که مثلا ما بچه‌هامون میترسن وقتی شما بهشون اشاره می‌کنی، ولی خب اگه غریبه هست تو ما شکایت کنیم که من سریع ایمیل دادم نه آقا این دوست ماست اینجا مثلا نمیدونم کار ما رو داره انجام میده اینجا، و بعدم که اومدن دیدن که ما اینجا یه جمع واقعا فامیلی داریم. ولی میتونه مشکل ساز هم بشه به نظر من. فرمایش امیر فرج جان کاملا متینه، به خاطر اینکه این نشأت میگیره از یه چیزی که متاسفانه چی میگن مختص به اینجا نیست که بگیم فقط تو این جامعه وجود داره، همه جای دنیا این هست، ولی خب بعضی جای دنیا بیشتر نشون داده میشه، اخبار میگه، در حقیقت اکسپوژرش یعنی به تصویر کشیدنش یه مقداری ممکنه بیشتر باشه. این نشأت گرفته است اینه که در طول مثلا فرض بفرمایید در طول 50 سال گذشته یک چیزی که البته مال 50 سال گذشته نیست و بوده از قدیم، بحث کلمه ای هست که حالا خیلی چی میگم پلیتیکلی کرکت نیست، یعنی خیلی مرسوم نیست استفاده بشه توی کانورسیشن، ولی چیزی که همه جا میگن و اشکال نمیداره کلمه پیدوفایل هست. پیدوفایل یه شخصیه که علاقمند به رابطه نامعقول با بچه های زیر سن، حالا معمولا کودک آزاری رو میتونیم شاملش کنیم، چیزای شبیه. متاسفانه توی 50 سال گذشته فکر میکنم حالا باید چک کنم، یعنی my memory says اگه درست یادم بیاد، هر چند سال یه باری یک شخصی کشف شده که اون شخص 10 سال 15 سال بوده یا 3 سال بوده یا 4 سال بوده داشته کودک آزاری میکرده، چال ابیوز میکرده، پیدوفایل بوده، رابطه نامشروع و نامعقول با بچه‌ها داشته، بدون این که کسی متوجه بشه، بدون این که اصلا شما وقتی اون شخص رو میبینی حتی 1% شک کنی که ایشون داره اون کار انجام میده. برای همین من به عنوان شخصی که توی جامعه انگلیسی بود 10 سال کار کردم، این یک پرسپشن یعنی یک باور ذهنی هست توی خیلی جوامع، توی خیلی کامیونیتی و جوامع این کشور، که شما اگر که رابطت با فرزند یه نفر از اون نرم سوشال استاندارد یعنی استاندارد جامعه بالاتر باشه، اون بلنس نباشه، اون پدر و مادر اگه هوشیار باشن یه مقداری uncomfortable یعنی یه مقداری ناراحت میشن، ناراحتی یعنی خیلی برایشون مطلوب نیست که تو اون لحظه شما چرا دو سه باره مثلا به فرزند من نگاه میکنه، به خصوص اگه دختر باشه و به خصوص اگه که اصلا ندونه شما کی هستی، شما چی هستی، از کجا اومدی، و بدتر اینه که از شما سوال کنن، با شما حرف بزنن، شما مثلا زبان توی این موقع ضعیف باشه، اونا برایشون یک مهم نیست که شما مثلا انسان خوبی هستی، کمک میکنی، چون اونا نمیدونن شما انسان خوبی هستی. خب ممکنه برای خیلی سوال پیش بیاد
توی ایران چطوره؟ چون اینجا میگید که خب سابقه ای بوده که بر اساس اون سابقه پخش شده و همه میدونن و همه میترسن. توی ایران هم خب ما مسائل مثل این رو خیلی زیاد داریم دیگه. حالا چرا توی ایران مردم نمیترسن؟ هر کس نگاه میکنه میتونه راحت به قول امیر فرهاد لوپز طرف بچه رو بکشه، هیچ کس هم سختش نمیاد، به خاطر اینکه من فکر میکنم اگر بعد شما تایید رد بکنید که چون اخبار پخش نمیشه، اجازه پخش کردن اخبار رو نمیدن، مردم اطلاع ندارن. توی اینجا اگر یک مورد مثل این پیش بیاد، توی روزنامه ها میزنن، رادیوها میره و کلی در موردش بحث میشه، اینو به اطلاع همه میرسونن که یک نفر یک گوشه همچین کاری رو کرده. بله درست. ولی توی ایران اگر 10 مورد اینجوری هم باشه، تمام رادیو تلویزیون و روزنامه بایکوت میشن، این خبر رو پخش نمیکنن، پس مردم نمیدونن که این اتفاقات داره میفته. برای همین ما وقتی میایم اینجا فکر میکنیم مثلا ایرانه که اون طرف هم هیچ اشکالی براش نداره اگر تاچ بکنیم، اگر لپش رو بکشیم. اینم تکمیل تو تکمیل حرفم بگم، من روزه اول که اومدم اینجا، خب سگ مردم، این دیگه سگ مردم رو فکر می‌کردیم به راحتی میشه تاچش کرد. چه سگ قشنگی، سگ دیگه، ما تو ایران آدمش هم تاچ می‌کردیم. بعد اینجا من رفتار مردم رو اول نگاه کردم، دیدم که اگر سگی میاد سمت آدم، از شما خوشش میاد، بالا پایین هم برات میپره، باید از صاحبش اجازه بگیری، اگر اجازه داد یه نوازش بکنی، حتی سگ رو، چه برسه به انسان. این درسته؟ نمیخوام فرمایش شما رو رد کنم که بگم درستی است، درسته، ولی تا یه حدی، یعنی نه به اون شدت که شما فرمودین و نه به اون حالتی که شما آزادی داشته باشی که هر کاری خواستی با سگ طرف بکنی. و این هم باز بستگی داره شما تو چه نقطه ای از این کشور داری زندگی میکنی، تو چه محله ای داری زندگی میکنی و اون شخص از چه خانواده ای. بله شما فرمودین متین، اشخاصی هستن که دوست نداره شما با سگشون دست بزنی و اگه شما ممکنه چیزی هم به شما نگم، ولی آره زیاد برایشون مطلوب نیست، جالب نیست. ولی آره خانواده هایی هم هستن که برایشون خیلی ریلکسه و شما سگشون میشینی. این یه چیزیه که باید جز به جز ببینی، ولی در کل فرمایش شما درسته، هستن اشخاصی که دوست ندارم. شاید نمیخوایم وارد مقوله قانونیش بشیم، چون قرار شد که خیلی از مسائل قانونی رو اگر سوال دارن دوستان بعداً به صورت قانونی سوال کنن، دوست داشتن ایشون هم با کمال میل جواب میدن. هم که آفیسی دارن در شمال لندن، اگر واقعا حالا دوستان در اودینس در لندن، شمال لندن هستن، کلیه کارهای حقوقی، یه بخشی از کارهای حقوقیتون هم بفهمه که چه زمینه‌ای هست. ممنونم از اینکه این فرصت رو دارین به من میدین. حالا برنامه‌مون این نبود که در مورد بله دوستان هست، خیلی خواهش به گفتید شما، ممنونم. ببینید من تقریبا فکر کنم 70-75% ریای حقوقی روش تسلط دارم و کار انجام میدم و خیلی میگم specific مشخص on reserve legal activities من انجام میدم. یعنی مثلا فرض بفرمایید کار مثلا یک کاری که انجام نمیدم رو عرض میکنم، کار property transaction و کار conveyancing رو من انجام نمیدم، چون که یه instrument هست که میشه reserve legal activity. فارسیش هم لطف میکنی؟ بله ولو conveyancing بله بله حتما. conveyancing اون چیزی میشه که شما اونرشیپ، یعنی مالکیت یک ملک که ما به فارسی میگیم ملک و ریل استیت رو، مالکیتش رو از یک شخص به شخص دیگه انتقال میده، خرید و فروش، یعنی کنوینسینگ. بله از کلمه کنوی کردن میاد که انتقال شما میدی این مالکیت رو به یک شخص دیگه. حالا فارسیش رو امروزه فهمیده خرید و فروش ملک، یعنی این کار انجام نمیدید؟ آره حالا من از آخر شروع کردم. این رو به اضافه دو سه تا کار دیگه که مثلا کار نوتری پابلیک، مثلا فرض بفرمایید یه لایسنسی میخواد که شما یه سری مدارک رو برای اینترنشنال مثلا بین المللی از ایران بیارین اینجا و برای ایران که باید استمپ بشه، این انجام نمیدم. مثلا برای رایت اف اودینس که توی کورت بتونم برم کورت های بالا صحبت کنم، اینا رو باید اجازهش از کورت اون کیس بای کیسز بگیرم، یعنی کیس بای کیس میتونم اجازه رو بگیرم. البته بعضی موقع هم اتفاق میفته که کورت ریجکت میکنه رایت اودینس رو من نمیده، ولی میتونم کنارشون کار دیگه اش انجام. ولی غیر از این تقریبا بیشتر کار فامیلی لو رو انجام میدم. بعد مثلا خانواده و بعد ببخشید بله کاری بله اگه کسی بحث بانکروپسی، اینسولونسی، بحث مانی کلیم، کسی که دنبال
مشکل پولی داره، مهاجرت، موارد اینجوری که بله مخصوصا توی منطقه. آره خیلی هم با خیلی هم خوشتیپ دو متر قد، بسکتبالیست، موزیسین، خوش صحبت. اتفاقا من می‌خواستم خیلی خوبه. یه روز بشینی با هم دیگه برام ساز بزنید. محبت دارین شما. زنده میشه. من دیگه دارم شما تو خواهش. بله من فکر می‌کنم البته لطف دارین شما. من توی موقعیتی قرار دادین که چی میگن عرق میشه نمیشه نه نه اینجا فقط بس خود نه خواهش می‌کنم. بله من مدرک اول موسیقی هستش و من 27 سالگی تصمیم گرفتم که وکیل بشم و کار حقوق انجام بدم. مرسی. و واقعا هم توی این مسیر سختی بود تا اینجا. خیلی سخت بود. بله تا اینجا ولی در مورد موسیقی فهمیدین. آره مدرک اول موسیقی روی تار ستار فوق تحصیل شدم. من کنسرت داشتم ایران و قدیم و شاگردم داشتم و بله خیلی حرفه‌ای این کار رو دنبال میکنم و الان قطعا هابی من. من در آخر دو تا مطلب بگم. خیلی از من وکیل خواستم، گفتم وکیل معرفی بکن. من شاید تا الان گفتم که کسی رو نمیشناسم با وجود جناب بهرام نوری‌زاده. میخوام ایشون رو معرفی بکنم. کاملا مورد تایید ما هست و اگر خواستید حتما آدرس رو می‌نویسم توی کپشن پایین هست و اگر خواستید برید جایی یه چایی بخورید مثل امروز من که اصلا مزه بهشت نمیدونم چه جوری درست کنه. امیر فرهاد عزیز دکترای چه بشه؟ مولتی میدیا سیستم. فعلا چای دوست. با وجود این کار وقتی چای دکتر بخورید تازه میفهمید چای خوردن یعنی چی. اگه خواستید کافی خوب بخورید در محیط هنری خیلی خوب کیتز کافی توی انسان 161 بالاسله. اگه خواستید اینجا مراسم بگیرید سالونی که هست در اختیارتون مراسم برای تولد بچه‌هاتون من میتونم شوخی بکنم از تولد تو ختم سرون ما اینجا میگیم در هر سنی. در حال خیلی متشکرم از شما ها. مرسی متشکرم از شما. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که این گزارش رو دیدید. منتظر گزارش ها و ویدیوهای بعدی ما با جناب آقای بهرام عزیز رو باشید. هر سوالی هم دارید بنویسید. در آینده نزدیک همه رو جمع میکنیم یه جا با هم سوال. البته سوالی که میشه جوابش رو داد. بعضی سوالی میکنن نمیشه. مثلا به من میگن که خودت چی؟ مثلا آقای رضازاده چی؟ شخصی نبازید. سوال هایی که میشه جوابش رو داد بنویسید. حتما در بودی برمه جواب. مرسی از شما. ممنون با چکر. خیلی ممنون. موسیقی رو باید